منم خدا سلام، وقتتون بخیر. با خبر دست دلو و طول نیوز خوش اومدید. سرخط خبرها. خواست‌ها برای سیاسی نساختن مسئله مهاجران همزمان با روز جهانی مهاجرت. امارات اسلامی از کشورهای دیگر می‌خواهد تا از مهاجران همچون ابزار سیاسی کار نگیرند. محترم رئیس الوزراء په عین وخت کې زموږ هیله دا ده چې د مهاجرینو لوی او بشري موضوع ته دې له سیاسي لیدلوري او د آني ګټو او تصمیمونو له زاویې نه کتل کیږي. دعوت شدن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل. امارات اسلامی هدف از دعوت شدن مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کشور را حل چالش های کنونی میان کابل و اسلام آباد می داند. جی ڈی پی مسئلہ اندر بالکشتا آگے بعد مشکل دے اور نور مسئلے ہوں دی دا کڑوالو دا واپس ہے خبر اگر نو امیدو نا کی دیشی چھے کدر تا خبر کی خود خبر پر انتظار بکو. آزادی بیش از 3000 مهاجر زندانی از پاکستان. اما کنسول امارات اسلامی در شهر کراچی پاکستان میگوید هنوز هم بیش از 300 زندانی در زندانهای ایالت سند این کشور زندانی هستند. الان مجموعه رها شدگان که قانون دستاویزات نداشتن 3053 تن است. و کشف بزرگترین تونل حماس از سوی اسرائیل. اسرائیل این تونل را راز رهبر ارشد حماس توصیف کرده و افزوده است که این میلیون ها دلار هزینه ساخت آن شده است. من حامد بهرام میزبان شما هستم. همزمان با روز جهانی مهاجرت امارات اسلامی از کشورهای دیگر میخواهد تا از مهاجران همچون ابزار سیاسی کار نگیرند. در همین حال معاون اقتصادی ریاست الوزراء اخراج مهاجران افغان را از کشورهای همسایه انتقاد میکند و از این کشورها میخواهد تا با مهاجران افغان برخورد قانونی داشته باشند. این در حال است که در ماهای پسین اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افزایش یافته است. روز جهانی مهاجرت در حال فرا رسیده است که در ماه‌های پسین افغانستان گواه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، ایران و کشورهای دیگر بوده است. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سخنانی در مرکز رسانه‌های حکومت از برخورد دوگانه جامعه جهانی در این باره انتقاد می‌کند. شبیلگه د گاونډیانو له لوري زموږ د افغانانو وړونو په حق د هغوی پر اسلامیت انصاف گاونډیتوب او بشریت نه ولاړه پرېکړه ده. د افغانانو په حق کې د دې جپا تر شا چې کوم اهداف و مرتکبین یې په ترلاسه کولو کې ناکام شول. تعداد زیادی از برادران و خواهران ما از کشورهای مختلف در وطن عودت نمودن، در حدود شاید بیشتر از 700 لک، یعنی بیشتر از 7 لک مهاجرین تا حال در همین چند وقت کوتاه به شکل اجباری در افغانستان عودت کردند. در این میان رئیس الوزرای امارات اسلامی در پیام به مناسبت همین روز از نهادهای جهانی میخواهد تا از حقوق مهاجران افغان پشتیبانی کنند و از کشورهای دیگر نیز میخواهد که از مسئله مهاجران همچون ابزار فشار در برابر امارات اسلامی کار نگیرند. په عین وخت کې زموږ هیله دا ده چې د مهاجرینو لوی او بشري موضوع ته دې له سیاسي لیدلوري او د آني ګټو او تصمیمونو له زاویې نه کتل کیږي، د فشار په ډول دې نه کارول کیږي، د راستنېدو پروسه دې په ابرومندانه او تدریجي ډول مخته یوړل شي. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز در سخنان به علتهای مهاجرتهای غیرقانونی در کشور میپردازد. چې د دوی د لاسه د شرق او غربي بلاک د لاسه ټکر ټکر دي په ټوله نړۍ کې پراته دي، اوس نه پرېږدي چې دا 40 کاله د قربانۍ خوارۍ د لاس په ګډۍ باندې دی مزدوري کړي دو. نن د هغې مالونه، د هغه نامو، د هغه اولاد، د هغه کلچر، عنانات، هر څه ورته درهم برهم کړو. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همچنان از ایجاد 15 کمیته به شمول کمیته توزیع زمین برای رسیدگی به مشکلات مهاجران تازه برگشته به کشور خبر داده است.
همسامان با روز جهانی مهاجرت، مهاجران افغان از کشورهای جهان میخواهند تا نان را به گونه اجباری اخراج نکنند. همسامان با این معین وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید نزدیک به 7 میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجرند. 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرت. این روز در حالی فرارسیده است که اخراج مهاجران افغانستان از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر شدت گرفته است. شماره از مهاجران افغان در ایران و پاکستان در این روز از جامعه جهانی می‌خواهد تا از اخراج اجباری آنان جلوگیری کند. این مهاجران افغان در ایران و پاکستان می‌گویند که آزار، اذیت و اخراج مهاجران نگرانی را میان آنان ایجاد کرده است. تا حال ما در شرایط بی‌سرنوشتی زندگی کردیم، فشارات پاکستان قبول کردیم و مال اموال خود در افغانستان فروخته در اینجا مهاجر شدیم. بیایید با وعده هایی که به مهاجرین داده بودین، با کمک هایی که به مهاجرین قرار است بکنین، با او عمل بکنین تا ای که ما هم مشکلات ما حل شود و از این بی‌سرنوشتی خلاص شویم. مهاجرین در ایران به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می شوند که مهاجرین غیر مجاز در معرض اخراج اجباری قرار دارند و همچنین کلیه مهاجرین با چالش های فراوان اقتصادی روبرو هستند. همزمان با این، معین وزارت مهاجران و عودت کنندگان می گوید که نزدیک به 7 میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجرند. سه کال تقریبا د چلور لکنه 15 لک مهاجرین لازیات راغلی دي. په دې لند وخت کې چې کوم مهاجرین راغلی دي نو د دې 16 لک تعداد رسیږي او په مجموع کې د میلیون زیاتی او دغه لړۍ روانه. در سوی دیگر شماره از مدافعان حقوق مهاجران از کشورهای میزبان می‌خواهند تا خلاف نرم‌های بین‌المللی با مهاجران برخورد نکرده و آنان را بپذیرند. خود مهاجر به عنوان یک پدیده همیشگی و جهانی است که طبق کنوانسیون‌های ژنو رسماً به حیث حق مشروع پذیرفته شده است و کشورهای میزبان مهاجر باید تکریم مهاجر و رافیت اسلامی را حفظ بکند و وفق کنوانسیون‌های بین‌المللی رفتار بکنند. در این زمینه لازم هست کمک‌های بشردوستانه مالی و همچنین کمک‌های غذایی و اسکان به شکل در واقع مورد نیاز به مهاجرین اعطا گردد. پیش از این 9 سازمان غیر دولتی در گزارش از وضعیت بد مهاجران اخراج شده از پاکستان به افغانستان در زمستان پیشرو هشدار داده بود. کنسولگری امارات اسلامی در شهر کراچی پاکستان آمار می‌دهد که در یک سال پس این بیش از 3000 مهاجر از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور برگردانده شدند. عبدالجبار تخاری می‌افزاید که در حال حاضر بیش از 300 زندانی دیگر نیز در زندان‌های ایالات سند زندانی هستند. همزمان با این برخی از مهاجران افغان که در بند به سر می‌برند از وضعیت بدشان شکایت دارند. در ادامه رهایی مهاجران افغان از زندان‌های پاکستان، کنسولگری امارات اسلامی در شهر کراچی میگوید در دو روز گذشته نزدیک به 100 تن را از زندان‌های ایالات سند آزاد ساختند که بیش از 30 تن آنان مهاجران قانونی بودند. عبدالجبار تخاری آمار می‌دهد که در یک سال پسین به شمول این افراد بیش از 3000 تن را از زندان‌ها آزاد و به افغانستان بازگرداندند. در مدت یک سال به تعداد 2997 تن محبوسین از مختلف زندان‌های ایالت سند و سعی کوشش و به مصرف امارت اسلامی رها گردیده از راه مرز چمن وارد کشور شدند و فعلا مجموعه رها شدگانی که قانون دستاویزات نداشتند 3053 تن است. همزمان با این برخی از مهاجرانی که در بند به سر می‌برند از وضعیت ناهنجارشان شکایت دارند. دیر درو کوی هم وقت لري کارت هم راتن واسه سیریا کې ول د کارت نه جوړ شوی زه د پاکستان کې پیدا شوی هم پاکستان کې غړ شوی هم تر اوسه افغانستان تلل نه یم د افغاني هسته چې لس میاشتې پراته دي سو کې نه ستاسو شاده سړی نه لري د چا سړی هغه برې کیږي چې د چا سړی نه هغه غریبانا ناس. از سوی هم مسئولان در نیمروز میگویند که 193 زندانی افغان از زندانهای ایران آزاد ساخته شدند. 193 کسان هغه افغانان چې بغیر اسناد ایران اسلامي جمهوریت دولت نیولی و او په الغدیر طبخانه کې بندیان و دا موږ ته وسپارل سو. با این حال امارت اسلامی میگوید تلاش دارند تا تمامی مهاجرانی که در کشورهای همسایه و منطقه زندانی هستند را از بند آزاد و دوباره به افغانستان انتقال دهند. امارت اسلامی افغانستان همیشه تلاش میکنه که تمام ادوای کشور که در هر جا
باشن یا در هر کشوری باشن، آنها باید به کشور خود برگردن و به گونه سالم برگردن، و اگر کسی زندانی شده باشه آنها باید رها شوند. این در حال است که در یک سال پسین اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بی پیشینه بوده است. امارات اسلامی هدف از دعوت شدن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کشور را حل چالش‌های کنونی میان کابل و اسلام آباد می‌داند. این در حال است که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان برای گفتگو با مقام‌های امارات اسلامی به کابل بیاید. این سفر رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل در حال انجام خواهد شد که در ماه‌های پسین روابط میان کابل و اسلام آباد بر سر مسائل مهاجرت، هراس افغانی و مسائل دیگر به تیرگی گراییده است. روز پیش خبر دعوت شدن مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل پخش شد. اکنون امارت اسلامی با تایید این مسئله، هرچند از روز دقیق سفر رهبر جمعیت علمای پاکستان به کشور چیزی نمیگوید، اما میافزاید که در این سفر درباره مشکلات کنونی میان کابل و اسلام آباد گفتگو خواهد شد. در ازاله تفکر نادرستی که متاسفانه گاهی وقت تبلیغات میشه که گویا اسلامی یا افغان ها علیه پاکستان قرار دارن یا ناامنی در او کشور رب به افغانستان دارن، این تبلیغات را آسان میتونیم جواب بدیم و مولانا صاحب شخصیتی هست که پیام و هدف اصلی که ما داریم او را به کشور پاکستان انتقال بدیم. باورها بدین است که مولانا فضل الرحمن در سفرش به کابل درباره مسائل همچون تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی، هراس افغانی و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. نو مسئله دیری دی در تی تی پی مسئله هم دا بلکشتا و پاقی من مشکل دی او نور مسئله هم دی در کدوالو دا واپس خبره دا نو امیدونه که دیشی چه کلال تا خبری کی خوری خبر به انتظار بکو چه خبرو کسی کی گی اسلامی امارت سر اولانی زونه دی مولانا فضل الرحمن رسوی و بیا سکی گی. اما با در نظر داشته پیشینه رهبر جمعیت علمای پاکستان و نقش او در سیاست پاکستان، این سفر او به کابل چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در قضیه برخورد غیر اصولی در رابطه با مهاجرین، در رابطه با تی تی پی و در رابطه با بعض سوالاتی که در افغانستان در رابطه با پاکستان مطرح شده، این پیام به حکومت پاکستان برساند که امیدوار استم نتیجه مطلوب بده. از فکر کوم چې د مولانا ماموریت چې د ایس آی او د پاکستان د استابلیشمنت په موافقه سوی دی، زه فکر کوم چې دا ماموریت به هم ناکام بسی او په د افغانستان او پاکستان ترمنز به تشنج لا زیاد سی. این در حال است که پیش از این پاکستان همواره امارت اسلامی را به جا دادن گروه های هراس افغان و استفاده شدن خاک افغانستان در برابر این کشور متهم ساخته است. اما امارت اسلامی همواره این ادعاها را رد کرده است. به ادامه خبر ده خوش آمدید. ذبیح الله مجاهد میگوید که امارت اسلامی به آنچه که با جهان تعهد کرده است پابند است. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان سرپرست سفارت ژاپن در کابل میافزاید که اکنون نیاز است تا جهان امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسد. این در حال است که روز پیش سفیر ژاپن از حکومت سرپرست خواسته تا به آنچه که با جهان تعهد کرده است پابند بماند و حقوق زنان و دختران را تأمین کند. سرپرست سفارت ژاپن در افغانستان روز گذشته از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است تا به تعهدات جهانیش عمل کند و اجازه تحصیل و کار را برای زنان و دختران بدهد. مقام های کنونی افغانستان باید تعهدات بین المللیشان را بپذیرند و آن را اجرا کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران در سطوح گوناگون از حقوق مساوی به شمول حق تحصیل، اشتغال، مشارکت در سیاستگزاری های دولت و سایر اشکال زندگی عمومی برخوردار هستند. سخنگوی امارت اسلامی درباره اظهارات سفیر ژاپن در کابل می‌افزاید که امارت اسلامی به تعهداتش عمل کرده و اکنون زمان آن رسیده تا جهان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. تعهدات جهانی را تا حدی که تعهد شده امارت اسلامی عمل کرده و دومی که بعضی از قوانین دنیا و جهانی در زمان قابل عمل میشه که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود.
مسدود ماندن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران از مسائلی است که همواره انتقادهای جهانی را در پی داشته است. شماری از دختران که از رفتن به دانشگاه ها و مکتب ها باز ماندند، از امارت اسلامی بار دیگر می خواهند که بر بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها گام بردارد. ما می خواهیم که به دولت خود بگوییم که ما حاضر هستیم تمام حجاب قوانینی که به حجاب وضع کردن قبول کنیم، ولی باید در عوض ما را به ایجا ثبتن که ما هم درس بخوانیم و هم کار کرده بودن. ما چند روز پیش که دیدیم پسر از انستیتوت ها و پانتون ها فارغ شدن، ما بسیار در مورد روزم بسیار زیاد مایوس شدیم و این بسیار یک مسئله نگران کننده است برای همه دخترها. سفیر ژاپن در کابل بر اجازه تحصیل و کار را برای زنان و دختران در افغانستان در حال تاکید می کند که دختران بالاتر از صنف ششم نزدیک به 820 روز می شود که اجازه حضور به مکتب ها را نیافتند. امارات اسلامی از فراهم شدن تسهیلات برای بازرگانان افغان در پاکستان که قرار است دارایی هایشان را به افغانستان انتقال دهند خبر می دهد. همزمان با ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، امارت اسلامی میگوید که تمامی تسهیلات را از بهر انتقال دارایی‌های بازرگانان افغان از پاکستان به کشور فراهم ساخته است. سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که کمیسیون تماس عودت مهاجران به کشور در تماس با بازرگانان افغان در پاکستان تلاش دارند تا زمینه‌های بهتر را از بهر انتقال اموال و سرمایه آنان در کشور فراهم سازد. کمیته وظیفه دارد به سرکردگی وزیر صاحب تجارت کشور که برای مهاجرینی که از جامعه در راستای سرمایه‌گذاری تسهیلات را فراهم کنند. امارت اسلامی افغانستان میره یک لازمه خود میدانه که مهاجرینی که سرمایه‌گذاری میکنند میان به افغانستان، با آنها هم زمین داده شود و مشخصات خودشان و همچنان تسهیلات در اخذ جواز و انتقال اموالشان و پولشان برشان سهولت ها ایجاد شود. همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که نیاز است امارت اسلامی با حکومت موقت پاکستان به توافق برسد تا تمامی دارایی های مهاجران افغان در پاکستان را به کشور انتقال دهند. در اقتصاد پاکستان تقریبا تا 35% افغانا سهم داشتند. ما صدها کارخانه و صدها کارگاه قالین و همچنان هتل، ساختمان، ترانسپورت و اینمی مسائل داشتیم. با این حال، برخی از آگاهان مسائل اقتصادی انتقال سرمایه بازرگانان در کشور را در فراهمسازی فرصتهای کاری و کاهش چالشهای اقتصادی سودمند می دانند. به هر پیمانی که سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر باشه، میزان اشتغال هم بلند میره و این میتونه تقاضای مؤثر در مارکت ایجاد کنه، چون قدرت خرید مستحرکین بلند میره. بنان انتقال بعضی از شرکت ها از کشورهای بیرون به داخل سرزمین میتونه یک گام خیلی ارزشمند تلقی شه. دا ډیر ښه فرصت ده، کمو کې ده، زکه بل تحولات سره ډیر تعلیم یافته افراد او اشخاص یې موږ دي، نو د دې بیرته راتګ دې ته کار یو څه غواړي. حکومت باید یو څه هڅه ورته شروع کړي، دا کومه کمیټه سي د پدې کې. پیش از این سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته بود مالیات 5 سال بازرگانان افغان که از کشورهای دیگر سرمایه‌شان را به کشور انتقال می‌دهند معاف خواهد کرد. باز هم خوش آمدید. اداره ملی احصایه و معلومات آمار می‌دهد که افغانستان در یک ماه پسین به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار داد و ستد با کشورهای همسایه و منطقه انجام داده است. سخنگوی این اداره می‌گوید در یک ماه گذشته میزان صادرات از افغانستان افزایش یافته است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید مهمترین اقلام صادراتی را میوه تازه، میوه خشک، سبزی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و قالین تشکیل می‌دهد. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که در یک ماه سال روان خورشیدی افغانستان نزدیک به 1 میلیارد دلار داد و ستد با دیگر کشورها انجام داده است. سخنگوی این اداره میگوید که از این میان 227 میلیون دلار را صادرات تشکیل میدهد که بیشتر به کشورهای هند، پاکستان، چین، ایران و امارات متحده عربی در بخش‌های گوناگون انجام شده است. سخ کال دلاره میاشت که د 228.1 میلیون دلار پر ارزښت باندې صادرات تر سره شوې دي، چې د 1.5 میلیون دلار پر ارزښت باندې واردات تر سره شوې دي. دا صادرات تر ډیره بریده پورې پاکستان، هند او چین هیوادونو تر سره شوې دي، چې واردات بیا له پاکستان، متحده عرب امارات او ایران هیوادونو څخه تر سره شوې دي. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که میزان صادرات از افغانستان به کشورهای دیگر در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است.
صادرات ما به سالها پرخ میکنه، به ماها پرخ میکنه، از 100 میلیون دلار گرفته تا 250 میلیون دلار ماهانه در بعض جایا میرسه. صادرات ما موسمی است. شماری از بازرگانان تاکید میکنند که باید به چالش های آنان در گذرگاه ها نیز رسیدگی شود تا میزان صادرات افزایش یابد. ایجاد راه های ترانزیتی، ایجاد گمرکات مختلف، تنظیم برنامه های صادراتی از راه های مختلف باید اولویت برنامه های حکومت موجود باید باشد. راه صادرات از راه پاکستان پرچالش‌تر است و راه واردات از راه آقینه بالخصوص از کشورهای مانند چین یا سایر کشورهای دیگر پر هزینه تر است. با افزایش صادرات درآمد کشور افزایش می‌یابد و ارزش کالای تجارتی افغانستان در بازارهای جهانی بلند می‌رود. از طرف دیگر کاهش واردات تأثیر مثبت روی معاملات تجارتی می‌گذارد. این در حالی است که پیش از این کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء گفته است که در 11 ماه سال روان میلادی به ارزش بیش از 1,700,000,000 دلار صادرات به دیگر کشورها انجام شده است. ادامه خبرها در تولو نیوز. وزارت شهدا و معلولین آمار می‌دهد که بیش از 120 هزار معلول، یتیم و اعضای خانواده نظامیان پیشین را ثبت این وزارت کردند. سخنگوی این وزارت می‌گوید که به شماری از این خانواده‌ها کمک‌های نقدینی صورت گرفته و این روند برای سایر افراد جریان دارد. اما برخی از معلولان می‌گویند با چالش‌های زیادی روبرو هستند و مبلغی که به آنها پرداخت می‌شود بسنده نیست. محمد مقصود که از نظامیان پیشین است، از اوضاع بد اقتصادی شکایت داشته و میگوید که دست راستش در نتیجه جنگ قطع شده و دست چپش نیز به خوبی کار نمی کند. او که مسئولیت خانواده 6 نفریش را به عهده دارد، میگوید که سالانه مبلغ 36 هزار افغانی از سوی وزارت شهدا و معلولین برایش پرداخت می شود و با این مقدار پول نمی تواند نیازهای زندگی خود و خانواده اش را تامین کند. ما ازش خوش هستیم. مادم اینقدر که معاش ما بده سابق بود 60 هزار. حال شده 36 هزار. 36 هزار هم بدر تقسیم دو کده بود، حال تقسیم دو هم بدر یک قسطش داده. دیگه دو ماه دیگر برای ما 5950 را تقسیم کده. از سوی هم برخ دیگر از معلولان نیز از آنچه به موقع پرداخت نشدن معاشاتشان میگویند انتقاد دارند. خواست ما از امارت اسلامی نمیست که معاشات ما را در سر وقتش حواله کنه، به خاطر که این سال معاشات ما بسیار به نظم بود. گاهی 6 ماه میتا، گاهی 2 ماه و فعلا هم 6 ماهش هم متوقف است 2 ماهش هم. مشکل مدام د کاکا می پرش ده دستر گودی دام نلری بیا د دولت نه مدیم کاری غختن نه چه کارونه شوی دی چه نیمگری دی اولادم نلری دیر دیم کاری خواست تر کو دیر محتاج دی. همزمان وزارت شهدا و معلولین آمار میدهد که بیش از 120 هزار معلول، یتیم و اعضای خانواده نظامیان پیشین را ثبت و برای آنان کمک نقدی ماهوار اختصاص دادند. شهیدان و معلولین وزارت د خپل کاری پروسیجر او کاری طرز العمل له مخې د ثبت تثبیت په برخه کې د تیری ادارې چې کوم مستحقین دي لکه کونډې، یتیمان او معلولین تر اوسه پورې 1,00,380 ارقام ثبت او تثبیت کړي دي چې دغه ته د روان جاري کال کې د تیرو شپږو میاشتو مساعدت ورکول سوی دي. این در حالی است که به دنبال افزایش فقر و بیکاری در کشور، هزاران تن از افراد معلول، زنان بیوه و کودکان بی سرپرست در وضعیت دشوار به سر میبرند و از نهادهای مددرسان خواستار کمک هستند. نمایشگاه دو روزه ساخته های دستی زنان ویجا شده داخلی و بازگشت کنندگان در هرات برگزار شده است. این زنان و دختران زیر پوشش کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و یک نهاد دیگر فعالیت می کنند. هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی و فروش ساخته های دستی زنان گفته می شود. ساخته های دستی 40 زن و دختر متشبس اینجا در یک نمایشگاه در شهر هرات به دید گذاشته شدند. آنان پس از فراگیری دوره های فن و حرفه این ساخته های دستی را آماده ساختند. بازارم برای خود پیدا میکنه، موادم برای خود میفروشه، مواد خامم برای خود میگیره، یعنی به مانه به پای خود استاد هستند و یگانه هدف پروژه اینه میستند که خانم و خانم دخترها به پای خود استاد شود. ساخته های دستی همانند بافندگی، خامکدوزی، گرافدوزی، قالین بافی و اثرهای مینیاتوری و نقاشی در این نمایشگاه به دید و فروش گذاشته شدند.
امیدواریم که از طریق از این نمایشگاه خانم ها بیشتر حمایت چنگر چه که حمایت کننده خیلی دارم حمالی هم امید به خدا که حمایت کننده های ما بیشتر. بیشتر این زنان و دختران بیجا شده و بازگشت کننده از کشورهای همسایه نان آور خانواده هایشان هستند. آنان خواهان فراهم شدن سهولت به زنان متشبث از سوی حکومت هستند. سه ماه یک یخن میدیزیم ها دیگه میبریم این پول یخن ایرم به خود ما میرم این گراه را مصرف برجه هزار به ما میرم رئیسی امشالله که امید دهنیم که روز بریم بیشتر پیشرفت کنیم. همی کار ما رونق بگیره و همی مؤسسا وا باشه ما کار کنیم چون که نوناور خونی خواه خود مانه. اگه اینا بسته باشه ایانا کار با ما داده نشه ما دیگه هیچی زیر فقر داریم. این نمایشگاه برای دو روز برای بازدید کنندگان باز است. نبود بازار از مشکلات اساسی این زنان و دختران متشبث گفته می شود. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند که در زمینه صادرات این ساخته های دستی به بیرون از کشور تلاش می ورزند. وزارت انرژی و آب تلاش دارد تا برای حل چالش های کمبود برق در کشور میزان تولید برق خورشیدی را افزایش دهد. سخنگوی این وزارت میگوید که در این باره یک طرح 5 ساله مد نظر گرفته شده که دو پروژه برق با ظرفیت 150 مگاوات برق آفتابی را در بر میگیرد. از سوی هم رئیس پیشین شرکت برشنا میگوید افغانستان ظرفیت تولید برق خورشیدی تا 220 هزار مگاوات را دارد که با سرمایه گذاری در این بخش کمبود برق در کشور حل خواهد شد. افغانستان از کشورهای جهان است که هنوز در زمینه برق به خودبسندگی نرسیده است و از کشورهای گوناگون برق وارداتی را خریداری می کند. با افزایش پرچاوی های برق در پایتخت و شهرهای دیگر، اکنون وزارت انرژی و آب می گوید که با اجرای طرح 5 ساله انرژی خورشیدی، مشکل پرچاوی های برق در کشور حل خواهند شد. این وزارت می گوید که طرح 5 ساله انرژی خورشیدی ولایت های هرات، فرا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و نیمروز را در بر می گیرد. په هرات ولایت کې 100 میگاوات او په نیمروز ولایت کې 50 میگاوات المریز پروژې هم په نظر کې نیول شوې دي. د المریز برېښنا په برخه کې د اوواو یا ترکی شرکت په شمول له مختلفو خارجي او داخلي کمپنیو سره تفاهم لیکونه لاسلیک شوې دي. دوی دي چې یوه 100 میگاوات المریز برېښنا د په سروبي کې د ډونر سره یا د سرمایه گذار سره مخابره کړې ده او د هغوی سره په خبرو کې یو چې وکولی سو دغه پروژه هم انشاءالله اولعزیز پیل کړو. همداراز 40 میگاواټه بل المریزه پروژه ده چې بیا هم د یو افغان پانګوال سره په دې کې خبرې روانه ده. رئیس پیشین شرکت برشنا میگوید که افغانستان اکنون میتواند تا بیش از 220 هزار مگاوات برق خورشیدی را تولید کند، اما تا اکنون در این زمینه سرمایه گذاری های لازم انجام نشده است. افغانستان بیش از 222 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از انرژی آفتاب دارد، مگر مشکلات خود نیز انرژی آفتابی دارد. به طور مثال میتونیم گفت که جایی که امکانات تولید برق از انرژی آفتاب است اونجا زمین هموار وجود نیست، یا اگر جای زمین هموار است اونجا شبکی یا سبستیشن برق وجود نیست. در این میان برخی از آگاهان مسائل اقتصادی افغانستان را بستر خوب از بهره تولید برق آفتابی میداند و بر سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش تاکید دارند. افغانستان در طول سال حدود 300 روز آفتابی دارد و یک منبع خوب و یک فرصت خوب برای تولید برق از انرژی آفتاب پنداشته میشه در افغانستان. اگر بتانیم در دشت های کشور از انرژی آفتاب استفاده کنیم در جهت تولید برق و داشتن حدود 300 روز آفتابی، قطعا این مسئله میتونه در قسمت کمبود و شارتیج برق در کشور ما را کمک کنه. پیش از این وزارت انرژی و آب گفته است که 200 پروژه را به ارزش نزدیک به 4 میلیارد دلار در بخش برق در 5 سال آینده عملی خواهند کرد. مسئولان محلی پکتیا در نشست با بزرگان و متنفذین قومی بر توقف قطع کامل جنگلات در این ولایت تاکید کردند. بزرگان قومی گویند بر اساس فیصله قومی از قطع جنگلات جلوگیری می کنند، اما بدیل درآمد باشندگان منطقه که از چوب جنگلات تأمین می شود پرداخت شود. نشست مسئولان محلی با بزرگان قومی به هدف جلوگیری از قطع جنگلات و آگاهی دهی در پکتیا. بزرگان قومی میگویند که هرچند بر اساس فیصله قوم قطع جنگلات را متوقف کردند، اما هنوز هم جنگلات در برخی مناطق توسط مردم قطع می شود.
د دیشو کالو کې مخبل کمی ناستی کړي مو سپینګیر او مشان ناستی کړي دي چې د مې وخلا ده د ملي شتمنۍ ده د دې متوسه انده سرمایه ده شین ځنګل بنوي مو تاړه لرو هم کمی تړون نه موجود دي هم امرت اسلامي خپل میکانیزم لري خپل چوکاټ کې ان شاء الله دا میکانیزم ملاتړ کوي د دې مو ملي سرمایه ده. بزرگان قومی میگویند که درآمد این مردم بی بضاعت از همین چوب جنگلات بود و باید برایشان بدیل داده شود. خود یکی و پیغام دی امیرالمومنین صاحب تا ورسوی چی وچ لرگی چی کم دی دادی ما بنده دید اسلامی امارت دی مخاور و مشرعن و مغفتن عداده چی دیدی در خیدلی اولاس دیدی بو بدیل که دیدی بو بدل که بدیل علاق بودی اما مسئولان محلی پکتیا میگویند که تاکنون شماری از افراد را در پیوند به قطع جنگلات بازداشت کردند و هشدار میدهند در صورتی که مردم دوباره به قطع جنگلات روی آورند و از فرمان سرپیچی کنند سخت مجازات خواهند شد. زموک شما که الحمدلله فعال که تادا و هر اون سوالی که و کسان اتا کسان در مطلان برتا جون کرای دای او این اون سوالی که او میده کنه لگلی دی او پایده که نورم مقدار کوشش کو چې آزنګتم زرونه فسوره سو مدیر معیشت مبارکه اسلامی امارت د خپل شفقت او ترحم له وجنه لزر ټنه زغال پکتیا تر لګری دی چې په اتنیم زره افغانۍ به تر دې جره رسیږي چې ندرې سوا یا سبور سوا به ګټه په ورځ چې اچول کیږي. بر اساس معلومات ریاست زراعت و آبیاری پکتیا 3.2% زمین در کشور پوشیده از جنگلات بود، اما اکنون این آمار به 1.3% کاهش یافته و فعلا 99,000 هکتار زمین در پکتیا پوشیده از جنگلات است. کشاورزان در بلخ از کاهش کم پیشینه بهای فراورده های هنگ در این ولایت شکایت کرده، میگویند هم اکنون بهای 1 کیلو هنگ از 30,000 افغانی به 3,000 افغانی کاهش یافته است. با گفته آنان انحصاری شدن فروش و صادرات هنگ از سوی بازرگانان از علت های کاهش این فراورده است. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ افزایش تولیدات و صادر نشدن به موقع آن را به خارج یک از علت های کاهش بهای هنگ میداند. اسدالله و نجیب الله دو برادر از باشندگان ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ که سرگرم کشت و برداشت فراورده های هنگ هستند، میگویند که کاهش بهای هنگ آنان را سخت زیانمند کرده و حتی از ادامه کشت این گیاه نیز دل سرد شدند. با گفته آنان هم اکنون بهای 1 کیلو هنگ از 30,000 افغانی به 3,000 افغانی رسیده است. تا 45-44,000 امیال مصرف فعلی ماشت هر جریبی که از قلبه از ایجارش تا الهاله، یعنی می جریبی 44-45,000 تالر مصرف شده. این مقصد اگر شیری ازی در بازار خوب شوه خو یعنی خوب، اگر نشه ما خوب تمام زیان میبینیم. امسال بسیار زیاد پایان آمده. امسال فکر که اکل تخم که پارسال 30,000 سودا میکردیم امسال به 3,500 سودا میکنیم، خود از یک زیان کلان است. شیری شام همچنان که 30,000 سودا میکردیم، اون شیو همون دانه که 30,000 سودا میکردیم، مال را در 12-13,000 سودا میکنیم، خود از یک زیان کلان است. برخی دیگر از کشاورزان و فروشندگان هنگ انحصاری شدن فروش و صادرات هنگ توسط چند بازرگان در بلخ را از علتهای کاهش این فراورده میدانند و از مسئولان خواهان رسیدگی به این چالش هستند. خپل 50 کیلو کرلی دی کیلو می 15,000 افغانی تخم میاخسته چې اوس ورور شیرای ارزانه سوی د بازار نه لري څوک نه اخلي. فور سال کم بود 1 کیلو شیره 30,000 بود، یعنی مثال جور از این سال دیگه تیر شه شد 500 چه دمی اولاد اگر بانه. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ افزایش تولیدات و صادر نشدن به موقع آن را به خارج یکی از علتهای کاهش بهای هنگ میداند. سالانه در حدود 800 الا 1000 تن نیاز است به کشور هندوستان، اما امسال بیشتر تولید کردید و در مفصلی که بعدی صادر می شد وزارت محترم زراعت و دایتی که از زارین باید اخذ بشد از تاجران درخواست کردن و به خاطر به قدر کافی باید صادر می شد صادر نگردید. این در حال است که میزان علاقمندی کشاورزان به کشت و برداشت هنگ یا انقوزه در سالهای پسین در کشور افزایش یافته است و کشاورزان کشت این گیاه را به عنوان کشت جاگزین برای کوکنار انتخاب کردند. شرکت دولتی اسپینزر در کندوز به هدف فراهم کردن مواد خام کارخانه نساجی پلخمری 1500 متریک تن پنبه را در سال روان خورشیدی
خریداری کرده است. مسئولان این شرکت میگویند قرار است تا پایان سال روان خورشیدی 1500 متریک تن پنبه دیگر را نیز خریداری کنند. کشاورزان که فراورده های پنبه شان را به هدف فروش به شرکت دولتی اسپینزر آوردند از حکومت سرپرست خواهان پشتیبانی هستند. مسئولان شرکت دولتی اسپینزر در کندوز میگویند که آنان 1500 متریک تن پنبه را از ولایت های کندوز، بغلان و تخار خریداری کرده اند و قرار است تا ختم سال روان خورشیدی این رقم را به 3000 متریک تن افزایش دهند. با گفته آنان این پنبه پس از پروسس و بسته‌بندی به هدف ساخت تکه به کارخانه نساجی پلخمری فرستاده می شود و از سوی دیگر از چگت آن روغن تولید می کنند. بعد از اینکه این را خریداری کردیم اینجا ذخیره میشه، بعد از ذخیره کردن دستگاه ما آماده است پروسس میشه، معلوم از این جهت و چرخش در آوردن نساجی پلخمری و دیگر نساجی ها منتقل میشه و از اونجا میره و که ما از سال 1401 به نساجی پلخمری انتقال دادیم. کشاورزان که فراورده های پنبه ایشان را به هدف فروش به شرکت دولتی اسپینزر آورده اند از حکومت سرپرست خواهان پشتیبانی هستند. بسیار نرخ پایین است دیگه، این سال 12 سال 12 ما دو طالبه ما او کشیدیم و نرخ بسیار بسیار پایین است، اقتصاد دیقان بسیار ضعیف است. اصلاسی تخمونه ای چه حاصلات هم زیاد سی و دیقان لاسنی وای وسی او پزمن که پروس کاله هم مونږه ته تخمونه راکړي و الحمدلله تخمونه نتیجه ورکړه، خو مونږه غواړو چې دا غینا هم خو ستاندرد تخمونه مونږ ته راکړ شي. امریکا دې که ماشي بتا تخم پختر سی بتا ما بکارم تری به چاردر زمیش خوب است پختر زیات حاصل میکنه، از بابات کود از بابات چیز ما تقریبا نمداشته باشیم. این در حال است که افزون بر پروسس و بسته‌بندی پنبه‌دانه در شرکت دولتی اسپینزر کندوز، مسئولان این شرکت بیش از 10 بخش تولیدی دیگر آن را که در دو دهه پسین غیر فعال بودند فعال ساخته اند. با ایجاد یک شبکه آبرسانی در بدخشان، بیش از 3000 تن در شهر فیض آباد مرکز این ولایت از آب آشامیدنی سالم مستفید شدند. اداره آبرسانی فیض آباد میگوید باشندگان این شهر با چالش‌های جدی کمبود آب آشامیدنی روبرو بودند. باشندگان شهر فیض آباد میگویند با ایجاد این شبکه آبرسانی بیشتر چالش‌هایشان برطرف شده است. با ایجاد این شبکه آبرسانی بیش از 3000 تن از باشندگان ناحیه هفتم شهر فیض آباد مرکز بدخشان با آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. اداره آبرسانی در شهر فیض آباد میگوید که این پروژه 1,100,000 افغانی هزینه داشته است. هزینه تخمینا 1,100,000 افغانی بوده با کمک اهالی محترم و از این پروژه برای فیلن تقریبا در حدود 400 خانوار استفاده میکنه. باشندگان شهر فیض آباد میگویند که پیش از این با کمبود جدی آب آشامیدنی روبرو بودند و با ساخت این شبکه آبرسانی این چالش برطرف شده است. در زمستان ها که متشوی ها بسته بود، تانگا بسته بود، آبا یخ زده بود، مردم به آب بودند. دیگه بوشکا دادستی مردم با طفلای مثلا 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله پشت آب میگشتن. نه تنها ما که بلکه تمام همین مردم همین نایه از نایه کمبودی با ماشین آواجی بودن که بعض اوقات از دریا آب میوردن، بعض اوقات از تانگا که برشان هم کمتر هم کاری میشد با اونم هم کاری میکنن کم بیش. بدخشان در شمال شرق کشور از ولایت هایی است که باشندگان بیشتر ولسوالی های آن با آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و همواره خواستار حل این چالش از سوی مسئولان هستند. مقام های محلی نیمروز میگویند که در جریان کمتر از یک سال پسین بیشتر از 1000 جوان تحصیل کرده را در نهادهای دولتی این ولایت به کار گماشتند. این جوانان بر بنیاد تخصص و تجربه کاریشان در بخش های فنی و تخصصی اداره های دولتی استخدام شدند. شعیب حیات همچون ترجمان دفتر والی نیمروز دو هفته می شود که به کار آغاز کرده است. او که در بخش زبان انگلیسی تحصیل کرده است، از طریق رقابت آزاد وارد کار در حکومت شده است. ما در دو هفته که آمدون بس های زیاد اعلان شده و جوانان میبینن سرازیر هستن که میان اپلای میکنند و بدون کدام واسطه کسایی که استعداد دارن کامیاب میشن. حدود دونی ماه میشه که همینج داخل ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام همینج به وظیفه انجام میدن. در نزدیک به 10 ماه پسین بیشتر از 1000 جوان تحصیل کرده از طریق رقابت آزاد به اداره های دولتی در نیمروز راه یافتند. این جوانان بر بنیاد تخصص و تجربه کاریشان در بخش‌های تخصصی نهادهای حکومتی شامل کار شدند.
به هر اداری که بس خالی کیجی اغه اعلان تور کی د آزاد رقابت لاری اغه تمرزمانان چشکو استخدامو مقرر کوی. شماری از باشندگان نیمروز خواهان سپردن کار به اهل آن در حکومت هستند. مدت زیاد میشه که بیکار هستم، تپ و تلاش زیاد کردم در نهادهای مختلف، در ادارات مختلف، در مراجع مختلف، اما متاسفانه مایوسانه و ناامید کننده برگشتیم. مثل ما جوانای دیگه هم هست، امید دارن، توقع دارن و انتظار دارن که حکومت مسئولیت های خود ادا بکنه و زمینه فرصت های شغلی و کاری بوزنا برای ما و برای امثال ما افراد دیگه مساعد بسازه. مدرک تحصیلی لیسانس هست ولی متاسفانه هنوز نتونستم وظیفه پیدا کنم به خاطر اینکه وظیفه برای من مساعد نشده. سالانه هزاران جوان از دانشگاه های سراسر کشور فارغ می شوند، اما نبود فرصت کار از چالش های جدی این جوانان گفته می شود. بیشتر این افراد تحصیل کرده به علت نبود کار ناگزیر به مهاجرت به کشورهای همسایه می شوند. شماره از باشندگان ولسوالی سیغان ولایت بامیان از خرابی جاده سیغان بامیان شکایت دارند و میگویند که با چالش‌های جدی روبرو هستند. اما رئیس فواید عامه بامیان میگوید طرح ساخت و ساز جاده‌های ولسوالی‌های این ولایت را با مسئولان در مرکز شریک ساخته است. سیغان یکی از ولسوالی‌های بامیان است که حدود 3 ساعت از مرکز این ولایت فاصله دارد. باشندگان این ولسوالی میگویند که خرابی جاده سیغان بامیان افزون بر عارضه تکنیکی به موترهایشان هنگام انتقال بیماران به شفاخانه ولایتی با چالش های زیادی روبرو اند. آنان از حکومت میخواهند که به این چالش رسیدگی کنند. زمستان برف باشه، رو بسته باشه، موترها 7000 8000 در بستی در مشکلات پیدا میشه که در بامیان مریض انتقال داده شه. دیگه در کلینیک سیغان و خلال امکانات بالا هم نداره. از ما مسیر ما دور است، در بازار رنج یک مصری داره، مشکل بر میخوریم، بعد وقت موتر در راه خراب میشه. اگر سرک ها دروس هم و اموار شد و کار صورت بگیره توسط مردم یا توسط تیم منتخب خود دولت کار صورت بگیره، یک نوع چی میشه در خود مردم راحتی احساس میشه برشان. رئیس فواید عامه بامیان میگوید طرح ساخت و ساز جاده های ولسوالی های بامیان را با وزارت فواید عامه فرستاده اند. نو مسیر ما در اولیت گرفتیم و پیشنهاد صورت گرفته که از این نو مسیر چند مسیر تایید میشه، مربوط تایید میشه، مورد تایید قرار میگیرن و برای ما بودجه در نظر میگیرن. بر بنیاد آمارها همکنون بیش از 73000 نفر در ولسوالی سیغان زندگی می کنند که به گونه میانگین روزانه صدها تنشان به هدف تامین نیازهای زندگیشان به مرکز بامیان رفت و آمد می کنند. دانش آموزان خلاق در یک جشنواره لابراتواری و ساینسی در شهر شبرغان مرکز جوزجان اختراعات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان هدف برگزاری این جشنواره را تشویق و پشتیبانی دانش آموزان خلاق عنوان می کنند. عبداللطیف 16 ساله که دانش آموز صنف دهم مکتب است، یک ربات را ساخته و در این جشنواره به نمایش گذاشته است. او میگوید این ربات توانایی را رفتن و حرف زدن با بلوتوت را دارد. به گفته عبداللطیف اگر مورد پشتیبانی مالی قرار بگیرد، می تواند اختراعات و دستاوردهای دیگر را نیز داشته باشد. امروز چیزی را که ساختیم یک نوع ربات می باشد، هم توسط پای و هم توسط موتور تایر می تواند گردش کند. این می تواند هم به طرف چپ و هم به طرف راست دور بخورد. شمار دیگر از دانش آموزان خلاق که در این جشنواره ساخته هایشان را به نمایش گذاشتند، از حکومت سرپرست خواستار حمایت و فراهم کردن سهولت های بیشتر هستند. در ولایت جوزجان پروژه کارساز است و اگر ما کمک مالی داشته باشیم میتونیم که پروژه را بسیار بزرگتر بکنیم و همجوار ولایت های ما را برق بتیم. با اختراع و افتتاح این پروژه بر جهان این پیام را میدهیم که روزی ما نیز پیشرفت خواهیم کرد و ترقی خواهیم کرد. مسئولان محلی جوزجان میگویند در این جشنواره دانش آموزان 12 مکتب شرکت کرده و 123 نوع اختراعات گوناگون را به نمایش گذاشتند. مسئولان محلی این ولایت بعد پشتیبانی از دانش آموزان خلاق تاکید می‌ورزند. در نظر داریم همچون تجارب و پروژه های علمی را با تمام ولسوالی های معرف ولایت جوزجان اجرا و عملی نمایی. ولایت خود یا در کشور خود همینطور جوانه داریم
که در سطح افغانستان یا در سطح ولایت خود ما یک سطح چیز می سازه جور می کنه که او افتخار ماست. بر بنیاد معلومات مسئولان ریاست معارف جوزجان، از آغاز سال جاری تا کنون 17 جشنواره لابراتواری و ساینسی در مکاتب این ولایت برگزار شده است. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر دست. همراهیتون سپاسگزارم. تا بعد، بقیه شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.